یکی از چیزهای خیلی جالبی هم که کلا خود این لوکس داره، ماجیک بولت لوکس، اینه که شما اگر توی این نرم افزار این دکمه رو بزنید، این دکمه تیلدا، اینی که اینجا هستش، که اینجا هم در واقع دیده میشه خودآموزش و حالا طریقه کارش و شورتکاتاش، دیگه این ترک پد شما برای شما تبدیل میشه به یه چیزی که قبلا توی کار کالر کورکشن احتمالا دیدید، اون سطح حساس اون کالر ویل های شماست که شما اگه دستتون روش بذارید جابجا بکنید، اون توپ ها و اینا که شما میتونید رنگ و باش بلافاصله تغییر بدید یا حالا چیزای اونجوری. اینجا حالا شما اگه این دکمه تیلدا رو بزنید، به محض اینکه دستتون رو روی ترک پدتون روی مک بوک پرو جابجا بکنید، حالا چپ و راست، انگشتتون رو فقط کافیه که درگ بکنید به سمت چپ و راست، شما می‌بینید که میشه اینجا این کارو کرد. و به محض اینکه حالا من خوش آمده از این، به طور مثال اینجا میتونم دکمه W رو بزنم و برم سراغ عنوان پایینی. مثلا ممکنه من یه همچین چیزی رو بخوام، W رو میزنم میرم سراغ کنتراست، کنتراست رو میتونم کمتر یا بیشتر بکنم، استرنگث میزان شدتش رو، و حالا اینجا سچوریشن و خود این اون چیزی که میگفتم خدمتتون. شما الان دیگه تو این کالر ویل هستین. حالا من اگر اینجا جا به جا بکنم این کالر ویل رو، فقط الان من روی ترک پد دارم انگشتم رو جابجا میکنم و حالا شما میبینید چقدر راحت میشه این کار رو اینجا انجام داد. اگر من دو تا انگشتم رو همزمان بزنم روی ترک پد و بالا پایین بکنم، من میتونم تیرگی و روشنی این قسمت شادوز رو کم و زیاد بکنم. اگه بخوام میتونم با دی برم به دست راستی. این WASD دقیقا مثل همون چیزی که توی گیما هست، شما با W میتونید برید بالا، با S میتونید بیاید پایین و با D و A هم میتونید به چپ و راست برید. اینجا حالا من دوباره میتونم دو تا انگشتم بزنم روی ترک پد، هایلایت ها رو روشن یا تیره تر بکنم و هر موقعی هم که شما کارتون تموم شد میتونید دوباره تیلدا رو بزنید و از این حالت در میاد. اینجا هم دقیقا به همین شکل زده که شما با QW ببخشید با WASD میتونید جابجا بشید بین اینها و Q و E هم شما رو بین ابزارها جابجا میکنه. حالا اینجا اگه من تیلدا رو بزنم، اگه من Q رو بزنم میام توی ابزار قبلی، Q رو بزنم میام توی ابزار قبلی، Q رو بزنم، همینطور به همین شکل. شما دیگه نیاز نیستش که خیلی سختی بکشید سر موضوعی که حالا دونه دونه با موس بخواید انتخابش بکنید، میتونید بیاید اینجا خیلی راحت با WS و حالا اینجا مثلا با یه تک انگشت این رو جابجا بکنید یا با دو تا انگشت این رو کوچیک‌تر یا بزرگتر بکنید. این تک انگشت جابجا کردن توی اکثر ابزاراش کار میکنه، دو انگشت هم به همین صورت. حالا من باز دوباره کیو رو میزنم میام توی این یکی و حالا اینجا با A و D جابجا میشم. مثلا حالا تو مستر باز دوباره دو تا انگشتم رو میذارم و یه مقدار میکشم به سمت بالا که تصویر یه ذره روشن تر باشه. الان که کارم تموم شد دوباره میتونم این تیلدا رو بزنم. هر موقع اگه خاطرتون رفت که چه جوری بود این سیستمش، میتونید این آیکون کوچولو رو بزنید و اینو اینجا ببینید.